زمین من، ای ذره ذره عشقت یقین من، تو کشور منی، تاج سر منی، من کودک تو، تو مادر منی، درود و سلام دارم خدمت بینندگان عزیز هر جایی که هستید. خوشحالم در خدمتتون بار دیگه هستم. سپاس دارم از تلویزیون ایرانیان کانادا که این موقعیت رو در اختیار من گذاشته که همراه مهمانان عزیزم مطالبی رو به گوش شما و به صفحه تلویزیون شما بیاریم. با منتظر یک مهمان عزیز دیگه هم هستیم و ممکنه که تا چند لحظه دیگه به ما بپیوندن و در این حال از جناب مهندس فرزاد سپاسگزارم که منو همراهی میکنن، کمک میکنن برای این برنامه و برنامه مطالب بسیار زیاد هست که میخواستم که به اطلاعاتون برسونم بدون اینکه وقتی تلف بکنم. به استودیو میرم و به مهمان عزیزمون دکتر جمشید اسدی درود میگم، خوش آمد میگم و ازشون سپاسگزارم که باز هم به من لطف کردن و تشریف آوردن. در خدمتتون هستم دکتر اسدی. درود بر شما جناب افشین جم، بزرگواری کردید منو پذیرفتید به برنامه‌تون. با سپاس از دوستان اتاق فرمان، مهندس فرزاد و گرمترین درودها به بینندگان شما در هر جا که هستند. خیلی ممنونم دکتر اسدی. همطور که من قبل از این برنامه خدمتون عرض کردم، موضوع صحبت ما یک گمان زنی نظرسنجی بوده که از طریق آقای عمار ملکی استادیار دانشگاه تیلبرگ هلند هستن، ایشون برای پنجمین بار یک نظرخواهی دیگه کردن، آماری گرفتم که راجع به اون میخواستم که با شما صحبت بکنم و مهمان دیگه‌ای که هنوز تشریف نیاوردن و اینو به صورت یک کمی علمی‌تر با حضور شما که تخصص دارین در این مطالب مطرح بکنم. قبل از اینکه وارد اون بشم، چند تا خبر بود میخواستم که با حضورتون این خبر رو به گوش بینندگان عزیز برسونم. یکی اینکه حدود دو ساعت پیش سازمان ملل قسمت حقوق بشر رأی دادن با اعضایی که شرکت داشتن، 193 عضوی که شرکت داشتن، 93 عضو 93 تا رأی موافق دادن برای تعلیق کردن روسیه در حقوق بشر سازمان ملل که در ژنو هست، 24 رأی مخالف و 58 رأی ممتنع. این برای من و من فکر میکنم بسیاری از جهانیان بسیار خبر خوبی بود که روسیه رو معلق کردن از عضویت شورای حقوق بشر سازمان ملل که این دوره هست که 3 ساله هست همطور که میدونیم و 2 سالش رو ایشون این روسیه گذرونده، که البته آقای پوتین قبل از رای گیری یه مدار خط نشون کشیده بود که اگر رای بدین یا رای ممتنع بدین یا هر کار دیگه بکنین، خط نشون کشیده بودن، ولی من خوشحالم که این با اکثریت آرا 93 در مقابل 24 مخالف رای آوردن و این نشون میده که جهانیان در حقیقت متفق القول هستند برای این جنایاتی که پوتین و روسیه بر علیه اوکراین کرده.
میخواستم ببینم اگر راجع به این موضوع مطلبی دارین بفرمایید، وگرنه میرم به موضوع دیگه. بسیار کوتاه جناب افشین جم، دو نکته. نکته نخست این که میدانید نماینده جمهوری اسلامی گفته است که مسئله حقوق بشر نباید سیاسی کاری بشود. هرچه فکر کردم نفهمیدم که منظور او چه میتواند باشد، یعنی چه، واقعا چی میخواد بگه. نکته دوم این است که ما امیدوارم در فرصت دیگه افتخار حضور داشته باشم و در این مورد هم بتوانیم صحبت کنیم. نظم نوینی در جهان در حال برآمد است. در این نظم نوین، اگر نظم سالهای جنگ سرد بین ایدئولوژی لیبرالیسم، اقتصاد بازار بنیاد، کم و بیش دموکراسی و سوسیالیسم بود، الان به نظم نوینی وارد می شویم که خب دموکراسی ها سر جای خودشون هستن، خوشبختانه و بر تعدادشون افزوده شده است و شوربختانه اون شوقی که در مورد گرایش به دموکراسی وجود داشت جای خودش رو به برآمد حکومت های خودکامه داده است با گرایش های مختلف. فرقش با جنگ سرد اینه که اون موقع یک بلوک سوسیالیست وجود داشت که سرکرده ای داشت و سعی میکردن با هماهنگی کم و بیش کار بکنن. حالا خودکامه هایی هستن که سر فرصت با هم کار میکنن و روی خط نیستن. مثلا خب بدیهی آقای پوتین و جمهوری اسلامی به لحاظ ایدئولوژیک همانند نیستن، ولی به علت سیاست هایی که دارن و مخالفت هایی که با اقتصاد بازار بنیاد و دموکراسی دارن در یک بلوک دیگری قرار می گیرن. این دعوایی که امروز در یا رأی که در سازمان ملل شاهد بودیم به باور من نشان دهنده تقسیم جدیدی است که در نقشه جغراسیاسی جهان هرچه بیشتر شاهد خواهیم بود در سالهای پیش رو. اما از اونجایی که این موضوع اصلی برنامه نیست، اجازه میخوام در همینجا این پاسخم رو تمام کنم. خیلی ممنونم دکتر اسدی. مطلب دیگه در همین رابطه و تحریم هایی که برای روسیه شده، امروز خبر بود که شرکت نفت شل میخواد که از روسیه بیاد بیرون و ارزش تسهیلاتی که باقی میذاره در روسیه حدود 4 تا 5 میلیارد دلار هست. یعنی اینو همینطوری میذاره، رایت آف میکنه، مینویسه که دیگه ازش استفاده نخواهد کرد. این یک به من اینطور نشون میده که شرکتی که 4 یا 5 میلیارد دلارش رو میذاره و میاد بیرون، نشون میده که ممکنه به این زودی ها بر نگردن. چون یه همچی کاری که میکنن، اگر موقتی باشه 1 ماه 2 ماه 3 ماه میگن خب میریم بر میگردیم، ولی این به من این ایده میده که غرب در حقیقت میخواد تنبیه بزرگی بکنه روسیه رو، یا در بهتره بگم پوتینو. نظر شما چیه؟ شما اقتصاددان هستین، تحلیلگر هستین، استاد دانشگاه هستین، این مطالب رو از یک لنز دیگه ممکنه نگاه بکنید. نظر شما چیه دکتر؟ بله، عرض کنم خدمتتون جناب افشین جم 3 نکته. نکته نخست این که بسیار از این شرکت ها در شرایطی مجبورند که داد و ستد اقتصادی با کشور مورد تحریم نکنند، چون اگر بکنند مورد بازخواست دادگاه های بین المللی قرار میگیرند. چنان که بسیاری از شرکت هایی که با جمهوری اسلامی در زمان تحریم همکاری میکردند زیر فشار دادگاه های امریکا قرار گرفتند. شل میتواند نیز بدین لحاظ باشد که فعالیتاشو متوقف کرده و در این حال لابد به اینم فکر میکنه که وقتی بشود کار کرد روسا هم خواهند خواست که این بر بگردند. نکته دوم در مورد این است که آیا تحریم ها واقعا فایده دارند یا ندارند.
برآورد من این است که و در این مورد مقاله به زبان فرنگی هم دارم. ببینید تحریم ها عمدتا تحریم میکنن برای چه؟ هدف اول تحریم کردن چیست؟ که کشور خاطی رفتار خودش رو عوض بکنه. خب اگر از این زاویه و با این معیار ما فقط نگاه بکنیم، میتوانیم بگیم که تحریم ها موفق نیستند، چون معمولا سران کشور خاطی رفتار خودشون را عوض نمی کنند، چنان که جمهوری اسلامی عوض نکرد، چنان که کوبا عوض نکرد، چنان که ونزوئلا عوض نکرد و چنان که به نظر نمی آید پوتین بخواهد رفتارش را عوض کنه. پس آیا تحریم ها بیفایده هستند؟ نه چندان، چون دست باز دیکتاتور و حکومتگر خاطی رو میبنده و نمیتواند مثل گذشته عمل بکند. میدونید که مثلا دست جمهوری اسلامی در بسیاری از کارهای تنش افروزی که در منطقه میکرد بسته تر از گذشته شده است، و چون وضع مردم هم در درون کشور بسیار بد است، حساسیت مردم هم به خاص خرچه های جمهوری اسلامی در برون مرز بسیار بیشتر شده است. نکته سوم و نکته آخر در مورد تحریم ها این است که خب بدیهی است که روسیه متجاوزکار رو باید بر سر جای خودش نشاند. اما آن چیزی که کمی منو نگران می کند و دلایل زیادی دارم برای این نگرانی، آن است که دموکراسی ها وجدان خودشان را آرام می کنند با اینکه خب ما علیه روسیه تحریم کردیم و تمام، در حالی که بسیار بیشتر از اینها می بایست. من می دانم این حرف ها را که می زنم خیلی خواهم گفت که جمشید اسدی جنگ افروز است. من نمی دانم جنرال ها باید الان چی کار کنند، این رشته من نیست، تخصص من نیست، ولی می دانم که خوشخیالی در مورد پوتین، همچنان که خوشخیالی در مورد اوما رو به اینجا کشید، اگر به همین خیال بخوان باشن وضع بدتر از این خواهد شد. غرب باید بداند که جنگ در بسیاری از موارد نمیتواند از زندگی انسانی بیرون رود، و اگر غرب نخواهد بجنگد، خب در حقیقت جبهه خودشو در اختیار دشمن گذاشته. به یادتون میآورم حرف آقای بایدن رو که ما در هر حال درگیر نخواهیم شد در اوکراین اگر روسیه اونجا رو اشغال کنه. آیا روشنتر از این پیام میشد داد به آقای پوتین که حمله کن و اونجا رو بگیر؟ اگر خودکامگان، سخن آخرم جناب افشینچم، اگر خودکامگان این برداشت را بکنند که شوربختانه در بسیاری از موارد می کنند که به دلایل خاصی دموکراسی ها جنگ نخواهند کرد، خب تکلیف دنیا مشخصه چه خواهد شد. بله بله، خیلی ممنون. همطور که شما اشاره کردین این موضوع خیلی موضوعی که میتونه راجبش ساعت‌ها صحبت بکنیم. قبل از که بریم به قسمت نظرسنجی، یک موضوع دیگر هم میگم که برای من خیلی مهم بود، و اون اینه که حدود چهار روز پیش دو نفر از آخوندها، اگر بخوام من واژه روحانی رو مصرف نمی کنم، برای اینکه روحانی یک حق باشه واژه، بله روحانی یک تعریف دیگه ایده، در گنبد قابوس با سلاح گرم کشته شد. این موضوع مال چهار روز پیش. دو روز پیش سه‌شنبه در مشهد یک افغانی یا ازبک، معلوم نیست، مشخص نیست، جوان خیلی 20 ساله، با چاقو سه تا آخوند دیگه در صحن امام رضا حمله کرده. ظاهرا تا الان گفته میشد بین یک تا سه نفر از اینها فوت کردن. حالا خبرهای مختلفی میاد، امروز گفتن هر ستاشون فوت کردن، دیروز گفتن دو نفر. منظورم این نیست، منظورم اینه که البته من بعد یک دیسکلوژر بدم، یک موضوع خودم رو روشن بکنم.
من با هر گونه خونریزی مخالفم، فرقی هم نمیکنه آخوند باشه یا غیر آخوند باشه، ولی این در حقیقت این خوی من هست. ولی من میخوام چند مطلب راجع به این موضوع بگم. یک، جمهوری اسلامی بسیار شادی کرد زمانی که فلسطینی ها تعدادی از اسرائیلی ها رو کشتند اخیرا. بنابراین این شادی که اونا کردن، الان نمیدونم چجوری میخوان جوابگوی اون شادمانی باشن. نکته دیگه که میخوام اضافه بکنم اینی که مردم انقدر عصبانی هستن، هر آخوندی رو خامنه‌ای میبینن، خمینی میبینن و علم الهدا و احمد و محمد خاتمی میبینن و تمام اون قضاتی که رأی هایی رو دادن برای کشتار هموطنان ما، بی گناه، اکثرانشون بی گناه، یا اگرم گناهکار بودن نمیتونه، یعنی گناهشون آنچنان نبود که بخوان اعدام بشن. مردم اینطوری میبینن و این شادی که الان در داخل ایران هست، که هم خب نگران هستن راجع به موضوع، به خاطر اون هست. آیا شما راجع به این مطلب موضوعی رو مطلبی هست که بخواید اضافه بکنید یا اینکه بگذریم از این؟ یک مطلب کوتاهی رو با اجازهتون در این مورد بدن اشاره بکنم. ببینید، در مورد اینکه کشتن کار نادرستی است، حتی کشتن کسی که شکنجهگر است، مثلا نمیگویم این سه آخوند، این سه ملا شکنجهگر بودن، هرگز نمیشناختم اینا رو، ولی حتی ما با کشتن قاتل، با کشتن شکنجهگر هم مخالف هستیم. انسان انسان را نمیکشد، به ویژه زمانی که کت بسته خاطی رو دستگیر کرده. خب این به جای خود، اما بحث بر سر آنچه که ما میپسندیم نیست، بحث بر سر تحلیل است. ببینید، جمهوری اسلامی آن میدرود که کاشته است. خیلی مسئله ساده تر از این است. جمهوری اسلامی میگوید ما یک نظامی رو برپا کرده ایم بر پایه باورهای مذهبی خودم. چون ما یک باورهای مذهبی ویژه داریم، باورهای دیگر رو بر نمیتابیم، بلکه زیر فشار میذاریم، بلکه از میدان به در میکنیم. چون ما جمهوری اسلامی منتظر آقا هستیم، آقای امام زمان هستیم، نمیتوانیم اجازه بدهیم که در تهران سنی ها مسجد برقرار کنند. از بهایی ها بگذریم، از بقیه دین ها بگذریم، از اینکه نوروز و مجوس میدانند رو بد میدانند بگذریم. وقتی مبنا رو پس شما بر این پایه میگذارید، شما که البته نه، وقتی مبنا رو پایوران نظام بر این پایه میگذارند، یعنی مشروع میکنند چی رو؟ مشروع میکنند که میتوان کار سیاسی کرد، میتوان حکومتگردانی کرد بر پایه یک ایدئولوژی. عنایت کنید، امیدوارم این نکته باره که عرضم موفق باشم خدمتتون برسونم. ببینید، برای چند لحظه شیعه رو بذارید کنار. جمهوری اسلامی میگوید ما میتوانیم و باید بر مبنای یک ایدئولوژی مذهبی حکومت کنیم. اگر به قول شما انگلیسی زبان ها کانسپچوالی ما اینو در نظر بگیریم، کیسش رو بذاریم کنار، مفهوم رو در نظر بگیریم، مورد رو بذاریم کنار، میگویند میتوان رفتار اجتماعی رو بر مبنای باورهای مذهبی سامان داد. حالا وقتی اینو پذیرفتن، میگن به اطلاعتون برسونیم موردی رو که ما قبول داریم شیعه است، اما مبناش اونه که میگن حرکت اجتماعی بر پایه باور مذهبی. خیلی خوب، این تاجیکی هم که شما رو کشته بر همون مبنا عمل کرده دیگه. اگر شما بر مبنای ایدئولوژی مذهبیتون حکومتگردانی میکنید،
و آن ایدئولوژی هایی رو که همانند شما نیستند زیر فشار میذارید، خب یکی دیگه هم میگه که آقا خودتون گفتید که بر مبنای ایدئولوژی مذهبی میشه کار اجتماعی کرد، منم کار اجتماعی بر مبنای همون باورم میکنم، منتها باورم با شما فرق داره، بر مبنای همین هم با شما ستیز میکنم. نمیدونم چقدر نکته من روشن است جناب افشین جم، چقدر موفق شدم خدمتتون بگم اون چیزی رو که میخوام بگم، ولی فکر میکنم این نگاه خیلی مهم است که مردم ما بدانند. ببینید بینندگان گرامی، اگر کسی بگوید من همه امتیازها رو به خودم اختصاص میدم چون زورم زیادتره، قلدرم، خیلی خوب، اگر یه قلدر دیگه هم پیدا بشه میگه خودت گفتی مبنا بر زوره، من احساس میکنم زورم به تو بیشتره بهت نشون میدم، نمیتونه اون نفر اول ایراد بگیره. بذارید یک از یک اتفاق بسیار دل خراشانه صحبت بکنم. ببینید مجاهدین زمانی که حمله کردن، مجاهدین خلق به پاسداران و تیر زدن و کشتند، خب بدیهی است پاسدارم جواب میده. حالا میگویید اول پاسدارا شروع کردن، خیلی خب پاسدارا شروع کردن، در استدلال من فرقی نمیکنه. وقتی که شما یک مبنای رو میگذارید بر مبن... بر او بر پایه اون مبنا کسی دیگه همون عملو میکنه دیگه، بعد نمیتونید شکایت کنید چرا این اتفاق افتاد. آقا اگر میگویید که حکومت ایران شیعه است و اگر بر مبنای شیعه است، خب یک نفر سنی که شما رو رافضی میدونه با شما همون کاری رو میکنه که شما با او دارید میکنید، این جای گله نداره دیگه. من دارم تحلیل میکنم، ولی بدیهی است که بسیار من هم مخالف هر گونه کشتنیم. جناب افشین جم خیال من رو راحت بکنید که موفق شده باشم این نکته رو که میخواستم در پاسخ بگم رساندم. کاملا، خیلی ممنونم دکتر اسدی، خوش آمد میگم دکتر کنگلو که تشریف آوردید. من در غیبت شما گفتم من منتظر اسم شما رو نبردم، ولی گفتم که منتظر یک مهمان عزیز دیگه هستیم که امیدوارم که هر چه زودتر تشریف بیارم، و الان میتونیم که انانس بکنیم، اعلام بکنیم که دکتر کنگلو بود که ما منتظرش بودیم که تشریف آوردن. دکتر کنگلو احتمالاً دکتر کنگلو فهمیده بودن که من مهمان شما هستم، این دست اون دست میکردن که من برم بعد بیام. نه اتفاقا دکتر اسدی، من بعد از اینکه ایشون رو دعوت کردم خدمت شما تماس گرفتم و ایشون اطلاع نداشتن به شما. درست میگم جناب دکتر؟ بله. خیلی به من بزرگی و مهر دارن، شوخی کردم از سر دوستی با ایشون، به من بیشتر از اینها مهر و بزرگی دارن. خواهش میکنم، خیلی متشکرم و معذرت میخوام از اینی که دیر اومدم، یک اشتغال کاری بود که نتونستم خودم ازش خلاص کنم و با وجود این باید وسط کار رو به یک کسی دیگه میسپردم که بقیه کار رو از جانب من انجام بده، و برای اینکه میدونستم دیگه بیشتر از این نمیتونستم شما رو معطل نگه دارم، ببخشید. خواهش میکنم. من شما با همطور که اشاره کردین با بیمار بودین و من فکر میکنم که بیمار اولویت داره در اون، تا اینکه من در خدمت شما باشم. در هر صورت خوشحالم که در خدمتتون هستم. در غیبت شما دکتر کنگلو ما سه تا موضوع رو به صورت خیلی خلاصه صحبت کردیم، فقط شما رو بریف میکنم خلاصه. یکی راجع به این رأیی که امروز چند ساعت پیش مجمع عمومی سازمان ملل در مورد حقوق بشر روسیه اعلام کرد و با رأی 93 موافق و 24 مخالف 58 ممتنع روسیه رو تعلیق کردن از نظر حقوق بشر، و این یک به نظر من بسیار سخن خیلی خوبی بود، رأی بسیار خوبی بود. این یک موضوع بود راجع به اینکه شرکت شل از روسیه آمد بیرون و 4 تا 5 میلیارد دلار اکوپمنتشو باقی گذاشت، و این به گمان من این بود که این موضوع عرض شود که تحریم ادامه خواهد داشت، برای اینکه
معمولا نمیان 4 یا 5 میلیارد دلار باقی بذارن برن. و یکی هم در این قسمت آخر راجع به این کشتار چند تا آخون در گنبد قابوس بود، با سلاح گرم کشته شدند شیعه، و در مشهد 3 تا عرشبت که آخوند شیعه عرشبت که ضرب دیدن و چاقو خوردن. راجع به اینا صحبت کردیم. اگر که مطلبی داریم میخوان راجع به اینا مطالب بگیریم که بینندگان ما هم آشنا بشن نظر شما، وگرنه میریم به قسمت اصلی صحبت ما راجع به نظرسنجی که خدمتون درخواست کرده بودم که امروز در خدمتون باشیم. بله، من در رابطه با مسئله روسیه و بیرون اومدن شل، حالا یک شرکت های نفتی هستن که نفت استخراج میکنن و مثل شل که حضورشون در روسیه خیلی بسیار مهمه برای استخراج، ولی که حدود 4-4.5 میلیون بشکه نفت رو به طرف غرب، به طرف اروپا میفرستادن، ولی حدود 1.5 میلیون بشکه نفت هم از روسیه به طرف شرق میره، از شمال سیبری به چین میره. و بزرگترین مشکلی که روسیه داره بیرون اومدن شرکت های نفتی نیست مثل شل نفت استخراج میکنن، بلکه شرکت های بالادستی صنایع نفتی مثل شرکت هالیبرتون، مثل اسلامبرژه، مثل بیکر هیوز، اینا شرکت بسیار بزرگ، شرکت شماره 1 و شماره 2 و شماره 3 وسائل و ابزار استخراج نفت و تولید نفت و تصفیه نفت و تولید فراورده های بالادستی نفت، این شرکت ها باعث میشن که اگر مثلا روسیه بخواد بعد از اینی که شلم اومد بیرون، حالا شل که بیاد بیرون، نفتی که به طرف غرب بیرفت متوقف میشه، ولی اسلامبرژه و بیکر هیوز و با هالیبرتون باعث میشه که نفتی که به طرف چین میره هم بعد از چند وقت جریانش با مشکل روبرو بشه. بنابراین بیرون کشیدن این شرکت های بزرگ امریکایی و اروپایی تازه آغاز ماجراست، و درست مثل شرکت های هواپیمایی که هواپیماهای ساخت امریکا و اروپایی که روسیه تمام اونها رو ضبط کرده و اجازه بازگشتشون رو نمیده، درست روسیه داره قدم به قدم جا پای آخونده میذاره و داره همون کاری رو میکنه که یک هواپیما رو بردارن تیکه پارش کنن به عنوان اسپر پارت که هواپیماهای دیگه استفاده بکنن. و تازگی هم که دیدیم که آقای امیر عبداللهیان داره به لاوروف درس چطوری دور زدن تحریم ها رو میده. واقعا چشممون به این روسیه جدید روشن که داره از جمهوری اسلامی کار یاد میگیره برای اینکه ضدیت خودش رو با دنیای غرب و دنیای آزاد به این شکل متبرر بکنه. ولی اینجا قسمت بد خبر بود، قسمت خوب خبر اینه که با مشکلات عدیده حتی رابطه چین با روسیه با مشکلاتی روبرو خواهد شد که در آینده میتونه بسیار بسیار گرون تموم بشه برای تامین انرژی چین از طرف روسیه و تامین ارز برای روسیه به عنوان درآمد عمده خارجی از محصولات نفتی و گازی خودش. بله بله، خیلی ممنون. این موضوعی است که میشه راجبه همین موضوع چند ساعت راجبه صحبت کرد، ولی بریم به اصل موضوع که من دعوت کردم، درخواست کردم که در خدمتتون باشیم. موضوع نظرسنجی است که آقای عمار ملکی از سازمان گمان انجام دادن اخیراً، که در تاریخ 28 بهمن یعنی همین چند ماه پیش انجام شدن و نتیجهشو اخیراً دادن بیرون. این نظرسنجی حدود 10 روز طول کشید، 20,000 تا پاسخ داشتن، 16,850 تاش از داخل بودن، بقیهش از داخل بودن، از خارج بودن ببخشید. دیدگاه ها افراد با سواد بالای 19 سال بودن و برابر با 85% بزرگسالان در ایران. با این اعتباری که خود این سازمان داده، با تشریک مساعی سازمان های دیگه 95% معتقد هستن که اعتبار داره و فاصله این اعتبار رو حدود 5% قابل تعمیم هست، کم و زیاد میشه ازش استفاده کرد، یعنی 95 بشه 90 یا بشه در حقیقت نزدیک 100 که به نظر من جز محالاته. در هر صورت من نمیدونم که شما فرصتی داشتین دکتر اسدی یا دکتر کنجلو
که این مطالب رو نگاه بکنی، برای اینکه مطالب اینقدر زیاد هست، 27 صفحه به فارسیش هست و حدود 17 صفحهش به انگلیسیه که مطالب رو بسیار بسیار به صورت جزئیات مطرح کرده. دکتر اسدی، من از شما شروع میکنم و اونی که این رپورتی که شما دادین چی شما رو در حقیقت سورپرایز کرد، یا اینکه دوست دارین راجبش صحبت بکنیم و بحث بکنیم؟ اگه ممکنه من اینطوری شروع بکنم این سوالو، به نظر من اینطوری مفیدتر هست. بفرمایید. خواهش میکنم. بله بله، من البته گزارش رو خونده بودم، حتی پیش از آن که افتخار اینو داشته باشم که دعوت بشم به برنامه شما. من برای دکتر عمار ملکی احترام بسیار زیادی قائلم. من فرصت گفتگو با ایشون رو داشتم، جزو جوانان اندیشمند و پژوهشگر بسیار قابل اعتمادی هستند و اینها بسیار مفید است برای این کار. این بار اولی نیست که ایشون نظرسنجی میکنن. نظرسنجی ها با رعایت نمونه برداری در نظر دارن وقتی که بحثای آماری میکنن. همه چیز بسیار قابل تحسینه، باید این تبریک رو به ایشون گفت و خوشحال بود که چنین کسی در میان ایرانیان هست. آن چیزی که جلب نظر منو کرد برای آغاز بحث در این مورد این است که کم و بیش 1/5، یعنی 20% از، بله دیگه، 1/5 از ایرانیان هستند که کم و بیش نزدیکن یا همداستانن یا روی خط جمهوری اسلامی هستن. چه در مورد اینکه مثلا حالا ممکنه 2%-3% بالا بره، ولی اون موقع که میخواندم این دقت رو داشتم که ببینم کم و بیش چند درصد جمعیت ایران میشه، جمعیت این پاسخ دهندگان میشه، این حدود 20% کم و بیش، حالا بعضی وقتا بالا بعضی وقتا پایین، که نمیخواهند جمهوری اسلامی تغییر بکنه، که حکومت مذهبی رو دوست دارن، که نظر مثبت با آقای رئیسی دارن. اینها هست، یعنی 80% مردم ایران خستن از این وضع و خواهان تغییرن. این یه نکته بسیار قابل تأمله در این مورد. نکته دوم این است که شاهزاده محبوبیت بسیار بالایی دارن، ولی نوع حکومتی که مردم میخواهند بیشتر جمهوری است تا پادشاهی، و حتی جایی به طور روشن میگویند که هوادار مشاقل موروثی نیستند. خب این به نظر ممکن است متناقض بیاید که هم شاهزاده انقدر محبوب باشند، هم حکومتی رو که لابد آدم به طور خود به خود به ایشون منصوب میکنه رو مردم چندان دوست نمیدارن. اگر وقتی باشد جناب افشینجم در این مورد توضیح خودم رو بدم، در غیر این صورت منتظر دور بعد میشم، نوبت بعدم. بله خیلی ممنون، بعد میگردم دکتر اسدی. خواهش میکنم دکتر کنگلوی گرامی، شما راجع به این گزارش نظرتون چی رو گرفت که میتونیم میخواین راجع بهش صحبت بکنین؟ مطالبی که دکتر اسدی هم گفتن میتونین راجع بهش نظر بدین، ولی من دوست دارم نظر شما رو، بینندگان نظر شما رو هم در این مورد به صورت مجموع داشته باشن، و بعد ما فرصت متأسفانه 16 دقیقه بیشتر نیست، این میشه راجعش 2 ساعت 3 ساعت صحبت کرد. نظرتون رو خواهش میکنم بفرمایید. بله، نمیدونم آخرین نظرسنجی هایی که در روسیه انجام شده رو شما دیدین، که با وجود جنایت هایی که ولادیمیر پوتین کرده، با وجود اجماع جهانی که بر علیه روسیه ایجاد شده، با وجود تحریم هایی که بر علیه اون کشور اعمال شده، با وجود مضیقه هایی که ملت روس دارن تحمل میکنن، تمام امکان ارتباطشون با دنیای غرب رو از دست دادن، تمام شرکت های غربی که در اونجا حضور داشتن از اپل تا مکدونالد تا استارباکس همه از اونجا خارج شدن، و یعنی با وجود عیان بودن ضرری که ملت دارن میپردازن، هنوز ولادیمیر پوتین اونجا 81% 83% طرفدار داره و ملت روسیه معتقدن به یه داستانی برای حمله اوکراین که اصلا
هیچ نشانه های از واقعیت نداره. منظورم از گفتن این حرف اینه که در کشورهای بسته میشه یک دنیای غیر واقعی رو ایجاد کرد که در اون دنیای غیر واقعی واقعا یه اتفاقات میفته، حتی مردم میتونن نظرهایی داشته باشن که نظرهاشون در یک دنیای آزاد بسیار متفاوت میتونست باشه. شما در این نظر خواهی دیدید که بعد از شاهزاده رضا پهلوی، ابراهیم رئیسی یک جنایتکار بالفطره در ردیف دوم بود. خب خود این نشون دهنده این هست که یک مقدار زیادی این اثر دیوارهای بلندی هست که جمهوری اسلامی دور مردم کشیده و یک جنایتکاری مثل ابراهیم رئیسی کنار یک شخص دموکراتی مثل شاهزاده رضا پهلوی قرار میگیره و این میشه نفر دوم، یعنی تقریبا نصف شاهزاده رضا پهلوی تو ایران محبوبیت داره. من نمیتونم باور کنم که یا ابراهیم رئیسی 17% در محبوبیت نداره یا شاهزاده رضا پهلوی خیلی بیشتر از 39% محبوبیت داره. و به همین خاطر هست که میدونید در کشورهای شبیه به این، شما فکر کنید که شما یه ایرانی هستیم، از خارج از ایران به شما یه تلفن میشه و به شما میگن ما داریم نظرخواهی میکنیم. شما از کجا میدونید که این کسی که به شما تلفن کرده یک گماشته سپاه پاسداران نیست یا یک کسی یک برنامه توطئه‌ای برای شما ترتیب نداده؟ برای این خاطر مردمی که در کشورهایی که با حکومت‌های پلیسی هستن وحشت دارن که اظهار نظر واقعی خودشون رو بگن. بنابراین میتونه این منعکس شده باشه در اون کسانی از درون حکومت که توی این لیست شما میبینیشون، مثلا یک دلغکی مثل محمد جواد ظریف که این صدمات عظیم رو به منافع ملی ما در خلال این مذاکرات برجام وارد کرد، روی این لیست هست. مثلا 5% مردم طرفدار شدن، یا مثلا مریم رجبی، یا به هر صورت تمام کسانی که از درون حکومت اینجا هستن، میر حسین موسوی که در زمان او قتل‌های بسیار زیادی انجام شد که مقدار زیادی خودش سعی میکرد که خودش رو از اون انکار بکنه آگاهی خودش رو. منظورم اینه که حالا در این حال که تلاش کسانی که این عمل رو انجام دادن قابل ستایش هست، در کشورهای نظیر روسیه و ایران، کشورهایی که حکومت پلیسی دارن، نظرخواهی بسیار کار سختیه، بسیار کار شاقیه و در نهایت هم نمیشه روی نظرهای مردم آنچنان حساب کوانتیتیتیو کرد، حساب عددی و آماری و ارقامی کرد که بتونیم بر اساس اونا مثلا نتیجه گیری. آمار به طور کلی نظرخواهی به درد این میخوره که یک نبضی از جامعه، یک داده هایی رو از جامعه استخراج بکنیم که بتونیم براش آینده رو پیش بینی کنیم. پیش بینی آینده هست که در هر کار علمی قابلیت پیش بینی هست که عمق علمی بودن اون واقعه رو برای ما مشخص میکنه. و به نظر من این اعدادی که یک نظرخواهی که شاهزاده رضا پهلوی، همونطوری که دکتر اسدی هم نکته جالبی رو مطرح کردن، گفتن چطور میتونن که محبوب ترین فرد اون کسی باشه که محبوب ترین سیستم رو نمایندگی نمیکنه؟ یعنی اگه محبوب ترین سیستم جمهوریه، چطور محبوب ترین فرد یک شاهزاده است؟ خب اینا تناقضاتی است که میتونه در یک نظرخواهی از یک کشور بسته و با حکومت پلیسی ایجاد بکنه که برابری نمیتونه برای ما چراغ راه آینده باشه. یکی از پرسش هایی که شد و میشه اینه که جناب مهندس اون تصویر رو بذارین که نشون میده شاهزاده، اسمش هست مهندس فرزاد اگر بله اگر نگار دارین اینو. بعضی پرسش میکنن که این بعضی از این اسامی اصلا ممکنه برای کسانی شناخته شده نباشن، اگرچه در پایان نوشته شده هیچ کدام 16% هیچ کدام. مثلا من شخصا خالد عزیزی رو من اسمش رو نشنیدم، آقای عباس لسانی رو حالا شما ها ممکنه شنیده باشه، این مشکل ممکنه مشکل من باشه یا افرادی شبیه اون. ولی سوال از آقای عمار ملکی این بود و ایشون گفتن که ما سعی کردیم که از طیف های مختلف اجتماعی، مثلا آقای فرج سرکوهی به عنوان یک کسی که چپ هست، از ایشون استفاده بکنیم، یا کسی که ممکنه که آقای حسن شریعت مداری به عنوان یک آذری زبان ازش استفاده بکنیم، یا افرادی مثل این، یا مثلا از آقای خاتمی استفاده بکنیم برای اینکه آشنایی دارن. ولی همطور که اشاره کردین شما، من این سوال پیش اومده و این سوال هست، شاهزاده رضا پهلوی با 39.5 در این هست در این آمارگیری
نشون داده میشه. ولی در خود اون متن این سنجش میگه که حدود 66% جامعه رضا شاه پهلوی رو مثبت میدونن، 66%، و محمد رضا پهلوی رو 64% میدونن. این اختلاف 65-64% و با 39.5% با همدیگه یک خانش نداره. اینو چجوری جناب دکتر اسدی شما چجوری میبینین این موضوع؟ ما 9 دقیقه فرصت داریم که به چند تا سوال دیگه برسیم. چشم سعی میکنم کوتاه پاسخ بدم. من فکر میکنم جای آن داشته باشد جناب افشین جم که روزی فقط در مورد شاهزاده و این نظرسنجی صحبت بکنیم، جای خیلی جا داره. خب البته نقد به این نظرسنجی میشه کرد ضمن بزرگ داشتش که اون هم الان اگر بخوام بهش بپردازم وقت میگیره، اما من تعجبی نمیکنم که در این مورد اشاره شما که شاهزاده 40% رأی داشته باشد و رضا شاه 60%. اگر اجازه میدهید نقدی رو که روزی در یکی از جلسات داشتم که اکثرا از هواداران تند پادشاهی در ایران بودند و من وقتی به نقش بسیار بد شاهزاده در مورد پیمان نوین، بعد از پیمان نوین، بعد از اینکه دعوتی کردند و بسیاری از کسان به اون دعوت پاسخ مثبت دادن از جمله خودم و کوشش های بسیار کردند و بعد شاهزاده طبق معمول فراموش کردند و به سراغ کارهای دیگه ای رفتن. خب خیلی انتقاد تند داشتم، نوشتم مقاله در این مورد و این انتقادهای تند رو می کردم تا یه روز در یک جلسه ای که بسیاری هواداران تند پادشاهی بودن کسی از اینها مثلا میخواست به من درسی بدهد که گویا ما حالا باید یاد بگیریم در مورد دموکراسی و مشروطگی، گفتن که شاهزاده خودشون گفتن که من نمیخواهم مثل رضا شاه عمل کنم. پاسخ من به ایشون این بود که بسیار تصمیم بخردانه این شاهزاده گرفتن، چون مثل رضا شاه بودن بودی میخواهد که در ایشون نیست. آن چیزی که در نتیجه شما این اختلاف رو میبینید بسیار طبیعی است. چه کارنامه‌ای در شاهزاده می‌بینید که ما مثلا امروز بتوانیم ایشونو همتراز رضا شاه بدونیم؟ شاهزاده، این سخن آخر منه با توجه به تنگی وقت، شاهزاده به دلیل رضا شاه و محمد رضا شاه و هر دلیل دیگه امروز نام و آوازه‌ای دارند که از آن می‌توانند برای گرد هم آوردن ایرانیان بهره ببرند، چنان که اینو در پیمان نوین دیدیم. اما شوربختانه ایشون اهل این کار نیستند و ببینید اینو امروز روشن من در برابر دوربین و جلوی مردم میگویم. به باور من آغاز پایان محبوبیت شاهزاده آغاز شده است، مگر آنکه به خود بیایند، که بعید میدانم. من اعلام میکنم که به باور من این آغاز پایان اقبال مردم به شاهزاده است. من خیلی ممنون. من دوست دارم که این برنامه رو همونطور که شما اشاره کردین در یک فرصت دیگه اختصاص بدیم به این برنامه. دکتر کنگلو، اگر مطلبی دارین راجع به فرمایش دکتر اسدی خواهش میکنم بفرمایید. در ادامه اون میخواستم خواهش بکنم راجع به این 84% جامعه به زبان فارسی برای زبان رسمی و میانجی رأی دادن، اون اگر نظری بدین خواهش میکنم. و 65% هم گفتن که زبان مادری در کنار در مدارس هم گفته بشه. بنابراین اگر ممکنه و بعدم چیزهای جالبتری هست که اون آماری که دادن نشون میده که زبان مادری رو در دانشگاه ها قبول ندارن طبق اون رأیی که داده شده. خواهش میکنم راجع به این دوتا موضوع که اگر میخواین صحبت بکنین در خدمتون هست. بله، من در رابطه با نظرخواهی گمار باید بگم یه نظرخواهی دیگه هم هست که الان در حدود 3 سال در جریان وسیله یک سایتی به نام راه رهایی مردم ایران یا RRM ایران انجام شده
که فکر میکنم حدود چیزی حدود 400 هزار نفر در اون در ظرف 3 سال گذشته رای دادن و آرای شاهزاده رضا پهلوی و کسانی که ردیف یکم تا پنجاهم هستن را اگر شما اونجا ببینید ببینید تفاوت وحشتناکی با این رای یا نظرخواهی مؤسسه گمان داره. اونجا نفر اول تا هشتم فکر کنم از خاندان پهلوی هستن و بعدا از نفر هشتم به بعد تمام کسانی که میبینین همه طرفداران سیستم و حکومت و فلسفه لیبرال دموکراسی هستن. یک تفاوت بنیادی با کسانی که شما روی این رأی‌ریزی دادین از حتی از طرفداران مجاهدین، طرفداران چریکای فدایی خلق، چپ، اصلاح طلبان و حتی قصاب تهران به اسم آقای رئیسی هم روی این نظرخواهی اومده. بنابراین اگر اون چیزهایی که اون صداهایی که از خیابانهای ایران بیرون میاد رو ما در کنار این نظرخواهی بذاریم، من فکر کنم که یه مقدار زیادی نشون میده که با واقعیت فاصله ژرفی داره. و نکته دوم اینی که در مورد خاندان پهلوی و اینی که رضا شاه کبیر چه خصلتی داشت، محمد رضا شاه پهلوی چه خصلتی داشت و شاهزاده رضا پهلوی چه خصلتی داره، به طور کلی شاهان به نسبت و تناسب زمان خودشون به اون نیازی که جامعه داره واقعا عروج پیدا میکنن، قدم میذارن در اون هیتهی که جامعه احتیاج داره، اون شخصیتی رو که جامعه احتیاج داره، یعنی رهبران مقتدر و رهبران مانا در جامعه یه همچین خصلتی دارن، یعنی به نیاز جامعه نگاه میکنن به همون شکل رفتار میکنن. در اون زمان که ما داشتیم رضا شاه کبیر وظیفه خطیرش و تاریخیش حفظ تمامیت ارضی ایران، نگه داشتن کشور در درون ائتلاف های بین المللی درست و لیبرال دموکراسی و طرف متحدین، و بعد محمد رضا شاه پهلوی وظیفش سازندگی ایران بود، سردار سازندگی در حقیقت محمد رضا شاه پهلوی بود نه علی اکبر هاشمی رفسنجانی، و بعد شاهزاده رضا پهلوی وظیفش اینه که لیبرال دموکراسی رو که تو ایران هیچ وقت واقعا آورده نشده لیبرال دموکراسی به ایران بیاره. به نظر من شخصیت لیبرالی که ایشون داره، حتی نقطه نظرهایی که درباره سیستم‌های دیگه حکومتی داره مثل جمهوری داره، خودش نشون دهنده هست که کسی نیست که بخواد مثلا یک نوع سیستم حکومتی رو به مردم ایران زور بکنه، و اینو چندین بارم تا حالا گفته و من باور میکنم موقعی که این حرف میزنه. به خاطر همین مشخصات روحیه ایشون با ملاحظات و نیازهای همین مرحله از مبارزات تاریخی مردم ایران به نظر من همخوانی داره که میتونه جای بسیار مبارکی باشه، و دلیل محبوبیتشون هم به نظر من به همین دلیله، و من فکر میکنم که محبوبیتشون خیلی بیشتر از اون عددی هست که توی مؤسسه گمان گفته شده. حالا در مورد زبان باید به شما بگم که نه تنها زبان‌های محلی ایران، زبان‌های قوم‌های مختلف ایران باید توی دبستان و دبیرستان تدریس بشه، بلکه مثلا شما یه کشوری مثل سوئیس رفته باشین یا کشوری مثل کشورهای اسکاندیناوی، تو کشورهای اسکاندیناوی زبانشون نروژیه ولی انگلیسی رو بسیار عالی و با تسلط صحبت می‌کنن. هلند همینطور، سوئد همینطور، دانمارک همینطور، فنلاند همینطور. چون یا کشوری مثل هندوستان که زبانشون انگلیسی نیست ولی از زبان انگلیسی به عنوان زبان بیزنس، زبان حکومت استفاده میکنن، و رابطه هندوستان با جهان آزاد و یه مقداری از پیشرفت‌های هندوستان به خاطر آشنایی با زبان انگلیسی است که تقریبا میشه گفت تمام آدمای تحصیل کرده توی هندوستان به زبان انگلیسی صحبت می‌کنن. برای در فردای ایران زبان فارسی زبان رسمی کشوره، و می‌تونیم در کنار زبان رسمی نه تنها زبان کردی و ترکی و زبان‌های دیگر و عربی رو حتی تدریس بکنیم، بلکه زبان انگلیسی و فرانسه و آلمانی و ایتالیایی و اسپانیایی هم به نظر من باید برای مردم کاملا فراهم باشه. الان در امریکا پیشبینی‌ها این هست که تا سال 2050 زبان اسپانیایی از زبان انگلیسی مکالمه‌گران بیشتری خواهد داشت، و دولت آمریکا نمیتونه جلوی این حرکت طبیعی تکامل و تغییرات دموگرافیک و بافت جمعیتی رو بگیره و نمیتونه شروع کنه با زبان اسپانیولی مخالفت کردن، به خاطر اینکه تعداد اسپانی زبان ها توی کشور داره افزایش پیدا میکنه. برابر این با زبان نه تنها نمیشه خصومت کرد، بلکه هرچی بیشتر زبان یاد بگیریم، مخصوصا زبان هایی که در ایران گویش رایج هستن، به نظر من هم برای تمامیت ارضی ما، هم برای نزدیک شدن قوم ها و ملیت های مختلف در کشور
لازم هست و من که باش مخالفتی ندارم، فکر نمی کنم کسی اصلا با یه همچین امری مخالفتی داشته باشه. بله، من یک مجبورم راجع به پرچمم یک مطلب بگم و چند ثانیه وقت بدم به شما دکتر اسدی. این که در این گزارش اومده که پرچم شیر و خورشید و 46% انتخاب کردن و 30% عرشبت که 19% هم پرچم بدون شیر و خورشید، یعنی یک رقم میشه 65% بدون وجود اون خرچنگ نشان اونجا باشه. منظورم که مردم تقسیمشون رو گرفتن، 65% رقم بالایی هست. اونایی هم که گفتن اگر چیز دادن، الان از بچگی با اون پرچم خرچنگ نشان آشنا شدن، بنابراین این چیز دیگر رو نمیتونم بگم. میخواستم در عرض 30 ثانیه اگر ممکنه نظری راجع به این موضوع بدی که برنامه رو ببندیم. متاسفانه وقتمون تموم شده. بسیار افتخار میکنم به خبرهایی که از سوی مردم ایران میاد، هم برای اینکه دست کم 80% زبان فارسی رو زبان مشترک ما میدونن، این باعث بمانی ایران شده است. دو، دیگر همه هم داستانیم که زبانهای قومی جزو ثروت ایران هستند و اونها رو باید پاس داریم و نگه داریم. پرچم سرنگ شیر و خورشید نشان ما مورد اقبال بیشینه مردم ایرانه. هم میهنان بدانند شیر و خورشید علامت ایران است، بیش از آن که علامت هیچ سلسله خاصی باشد. این را اگر توضیح بیشتر بدهیم، یقین دارم که به سرعت تعداد کسانی که پرچم شیر و خورشید در قلب این سرنگ میپسندند افزونتر از این خواهد شد که در این نظرسنجی بوده است. خیلی ممنون دکتر کنگلو، این پرچم شما را ما نوتیس کردیم، به یقتون زدین که سرنگ و شیر و خورشید است. خیلی ممنون. بله شیر و خورشید. بله شیر و خورشید. من باز دوباره میخوام به اون اعداد ارقامی که از توی این نظرسنجی بیرون اومده اشاره کنم. نظرسنجی که مردم شخصیت محبوبشون 60 چند درصد 68% رضا شاه کبیر، 65% محمد رضا شاه هست، اون وقت در اونجا 65% به پرچم شیر و خورشید که سمبل حکومت پهلوی ها هست رأی نمیدن. بنابراین یه اینکانسیستنسی های، یه ناسازگاری های در این رأی ریزی وجود داره که به نظر من نشون دهنده از عدم حس راحتی مردم و حس ایمنی مردم برای اینکه به تلفن نظرخواهی تلفنی جواب آسان بدن. و اگر در یک فضای بسیار آزاد باشه، من فکر می‌کنم هم درباره زبان فارسی، هم درباره شاهان پهلوی و هم درباره پرچم شیر و خورشید، واقعا درصد مردمی که طرفدارش هستن خیلی بیشتر از اون تعدادی خواهد بود که در این نظرسنجی نشون داده شده. خیلی ممنون، وقت ما یکمی هم گذشت. سپاسگزارم که تونستین دکتر کنگل خودتون رو برسونین. دکتر اسدی خیلی خیلی سپاسگزارم که وقت گذاشتین و امیدوارم که در آتی بسیار نزدیک راجع به این موضوع یا موضوعات دیگه که مورد علاقه شما و مردم ایران هست باز هم در خدمتتون باشم. به درود و تندرستی شما رو. با درود. زیباترین من سرزمین من، ای ذره ذره عشقت یقین من، تو کشور منی، تاج سر منی، من کودک تو.